20 روز مانده به برگزاری همزمان انتخابات مجلس و خبرگان رهبری در ایران، گمان زنی ها در مورد فهرست های انتخاباتی ژانرهای سیاسی شدت گرفته. سخنگوی هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات از تایید صلاحیت 1500 نامزد انتخابات مجلس که پیشتر رد صلاحیت شده بودند خبر داده و فهرست نهایی تایید صلاحیت شدگان هم به وزارت کشور اعلام شده است، اما هنوز اسامی این افراد رسما اعلام نشده. کوروش صحتی گزارش می‌دهد. روز شنبه شورای نگهبان پس از 20 روز بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس، اسامی تایید صلاحیت شدگان را در اختیار وزارت کشور قرار داد. قرار است این لیست از سوی وزارت کشور به فرمانداری‌ها ارسال شده و اعلام شود. خبرگزاری ایسنا نوشته است در این فهرست 1500 نامزد رد صلاحیت شده در مراحل پیشین بررسی صلاحیت‌ها تایید صلاحیت شدند. با وجود عدم انتشار رسمی لیست تایید صلاحیت شدگان، گروهی از رسانه‌های داخلی گمان زنی‌های خود را در این ارتباط آغاز کردند. خبرگزاری ایلنا نوشته است در حوزه انتخابیه تهران تاکنون علی مطهری نماینده فعلی مجلس و محمد علی وکیلی مدیر مسئول روزنامه ابتکار تایید صلاحیت شدند، اما صلاحیت محسن و فاطمه هاشمی فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی، مرتضی اشراقی نوه آیت الله خمینی و گروهی دیگر از اصلاح طلبان از جمله رسول منتجب نیا، محسن مهر علیزاده، محسن رحامی و فاطمه راکعی رد شده است. البته هنوز جزئیات این که چه کسانی تایید صلاحیت شدن بر اساس ارزیابی که در شهرستان‌ها ممکن شرکت کنندگان در انتخابات داشته باشن روشن نیست و نمیشه دقیقا اظهار نظر کرد. اما بر اساس اون چیزی که تا الان ما در خبرها میبینیم به نظر نمیاد که این تجدید نظر شورای نگهبان تغییر اساسی در وضعیت انتخابات به وجود آورده باشه. ابراز خوشبینی دو روز قبل آقای روحانی و آقای رحمانی فضلی وزیر کشور احتمال این رو میداد که در واقع مطرح میکرد که شاید ما با تایید صلاحیت برخی از چهره های شناخته شده تر سیاسی روبرو باشیم، اما در اسامی که تا الان میبینیم نشانی از این افراد نیست و همچنان بخش عمده از چهره های سیاسی شناخته شده اصلاح طلب و میانه رو همچنان در فهرست رد صلاحیت ها هستند. در حالی که اصولگرایان از نهایی شدن لیست خود در چند شهر و استان ایران خبر دادند، هنوز تکلیف لیست اصلاح طلبان مشخص نیست. جدا از این دو جناح سیاسی، گروهی از مخالفان و منتقدان حکومت ایران که در مرحله اول ثبت نام نامزدهای مجلس شرکت کرده و از سوی هیئت‌های اجرایی وابسته به وزارت کشور رد شدند، صندوقی به نام صندوق انتخابات آزاد و دموکراتیک در ایران راه انداختند. کوروش زعیم، داوود هرمیداس باوند، عیسی خان حاتمی، اسماعیل مفتی‌زاده و حشمت الله تبرزدی از فعالان این صندوق هستند. اولین مرحله این بود که ما در فرمانداری ثبت نام کنیم، اما فرم تفتیش عقیده رو پر نکنیم، خط بکشیم و فقط ثبت نام به لحاظ اداری کرده باشیم و بعد هم اعلام کنیم مطابق عرف بین الملل تایید صلاحیت نه با حکومت بلکه با مردم است. در مرحله دوم تایید صلاحیتمون از سوی مردم رو اعلام کردیم و در گام سوم مسئله آزادی احزاب، آزادی مطبوعات، آزادی میتینگ و تجمعات هست برای تبلیغ کاندیداها. مرحله چهارم مسئله نظارت بر انتخابات، اداره صندوق‌ها و جمع‌آوری آرا و خواندن اونها هست که میبایستی که توسط نمایندگان احزاب مستقل صورت بگیره، نماینده یا از سوی دولت باشه، نماینده از سوی سازمان ملل باشه، نظارت دقیق بر نحوه رأی‌گیری باشه. منتقدان حکومت ایران میگویند شورای نگهبان با نظارت استصوابی خود سالهاست که حق انتخاب آزاد را از مردم ایران گرفته است. کوروش صحتی، صدای آمریکا.